یک سال تابستان وقتی کشتش جمع میکنه و میکوبه گندمشه حالا میخواد باد بده تابستان کمبادی بوده و روز کمبادی بوده بادی نمیاد که اینه به اصطلاح از کاه جدا کنه گندمه میگه خب پس خوبه برم قدری از این باغ پایین دهمون قدری علوفه جمع کنم برای گوسفندان بیارم تا بلکم باد بیاد. در این حین همون شخصی که همه سال زکاتش بهش میداده بهش میرسه و میگه عمو بالاخره عمو محمد کاظم ما بچه‌مون امشب نان ندارن اگه بتونی قدری گندم جدا کنی از کاه به ما بدی بالاخره خیلی کار ثوابی کرده. کرمنه کاظم یک روز گرمی بوده است. این حرف را که میشنود خیلی در اندرونش یک اندوهی آتشی به اصطلاح بر افروخته میشد. در اون روز گرم میرود برای این که عرض کنم یک مقداری از اون گندمه هاشو بردارد بیاد به این فقرا بدهد. میره منزل و از منزل یک قرباری پیدا میکنه میاره و قدری از گندم از کاه جدا میکنه وزن میکنه که سهم خودش باشه که چقدر بالاخره بوده به ایشون میده و چون میره منزل رو خودش هم برمیگرده میره در همون باقی که پایین ده بوده قدر علوفه جمع میکنه یه پشته بالاخره میبنده کولش رو از کنم حرکت میکنه سمت ده. در برگشتن خسته میشد یک چند دقیقه جلوی این به اصطلاح سکویی که در برابر امامزاده 72 تن سارا بوده است میشیند استراحت میکند. وقتی مینشیند استراحت میکند یک به اصطلاح نفسی تازه کند بارش رو زمین میذارد میبیند از دور دو نفر آقای محترم دارن میان. خیلی نگاه میکند به اینها فکر میکند آیا کی باشن کی هستن دارن میان. همینطور که نشسته است دو نفر میان جلوش خیلی عرض کنم که جلیل القد و نورانی بودن به آقای کربلای کاظم سلام میکنند. کربلای کاظم جواب اونها رو میداد. این دو نفر پیشنهاد میکنن که کربلای کاظم برود و عرض کنم که در اونجا فاتحه بخونن بر اون قبور. به اتفاق میان وارد امامزاده میشن یکی یکی بوق آقای امامزاده رو زیارت میکنن تا آخرالامر به این جایی که الان ما هستیم میرسن. وارد این حرم میشن. یکی از اون دو سیده بزرگوار از مشک کاظم میخواد که قرآنهایی که به دور گنبد امامزاده نوشته شده اونها را تلاوت کنند. به ایشان میگن که هم کاظم نگاه کن این کتیبه را نگاه کن بالا نگاه میکنه میگه میتونی اینا رو بخونی؟ ایشون میگه که آقا من سوادی ندارم مکتبی ندارم درسی نخوندم. یکی از آقا میفرما که آقایان میفرما که یکیشون میتونی بخونی نگاه کن و اونها به کربلای کاظم میگویند که کربلای کاظم این کتیبه های اطراف امامزاده رو بخوان. کربلای کاظم میگوید آقا جان قربانت بشم من که سواد نارم از کجا بخوانم؟ میگوید نه بخوان. بهش میگن اینا رو بخوان خط قرآن بوده. میگن من سواد ندارم. میگن تو بخوان یاد بگیر. جمعه گفتن قرآن برشتن جلوم گفتن بخوا آقا مال کاظم بخوا گفتن با من مستواد ندارم من قرآن نمیدارم بخوانم گنده بخوا گفتم آقا و سواد دارم و همون لفظ خودش هم میگم سواد دارم و قرآن نخوندم قرآن نیستم. برای بار سوم یکی از اون سادات بزرگوار دست مبارکشون روی قلب کربلای کاظم فشار میدن و این بار از ایشون میخوان که یه نگاهی به این قرآن ها که دور گنبد نوشته شده نگاه کنن. یکی از اون آقا دست توی سینه‌اش میذاره که عرض کردم و میگه بخوان. وقتی که نگاه میکنن
جالب توجه اینجاست که این بار دیگه اون آیات به خط نور سبز، به شکل نور سبز جلوه‌گری میکنه برای کربلای کاظم. چون نگاه میکنم اینه یه چیزایی به صورت نور اونجا که هیچ وقت نبود در سابق اونجا ظاهر شده. فرمود ما بخونم تو هم بخون. یکی از اون سادات بزرگوار قرائت میکنن و میفهمن که رد ما رو شما بگیره. میگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم. شنو میگه بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. تقریبا 6 آیه میشه، از آیه 54 تا 59 از سوره اعراف رو اونجا نوشته بوده است و ایشان میخوانند که اون 7 آیه رو که میخواند، عرض کنم بعدن از روی کتاب براتون میگم، این وقتی که تمام میکند این آیات رو به اطراف نگاه میکند، میبیند که اینجا چه روشن نیست و تاریک هست و اون آقایون هم رفتن. بله این آیات همون آیات قدیمی هست، منتها با همت میراث فرهنگی اینجا داربست زدم و دقیقا همون طوری نوشته های کردم، سیاه و تیره بشه وقتی که احساس میکنند که در اینجا کسی اصلا نیست و توی امامزاده تنها هست. امامزاده هم اون موقع توی بیابونها بوده، از الان به شهر چسبیده است. در اون سابقه هم اونجا به اصطلاح برق چیزی که نبود، یه شمعی بود. اون شمع هم بالاخره چون عصری وارد شده در اونجا قدی طول کشیده بود، اون شمع هم سوخته بود و بالاخره به حالت تاریکه. خیلی وحشت میکنند، وحشت میکنند و در اونجا به اصطلاح میافتد روی زمین و بیهوش میشود. هول و هوش اذان مغرب بوده. وقتی خودش رو تنها میبینه یک حالتی بهشون دست میده و غش میکنن. در این حال ترسی رو میگیره و عرض کنم حضور آنها که حالت غش بهش دست میده و میافته همونجا ترس.